بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عزیز. امیدوارم که حالتون خوب و ایام به کامتون باشه. من محمد رضا شیخی هستم، دانشجوی دوره دکترای تخصصی رشته اقتصاد سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدرس رسانه آموزشی نوین تحقیق. امروز با فصل سوم آموزش در خدمت شما خواهیم بود. انشالله در خصوص روش تحقیق سعی خواهیم کرد که بحث روش تحقیق رو حداقل در دو جلسه و حداکثر در سه جلسه با هم دیگه داشته باشیم. قبل از شروع این بخش بهتره که یک سر به رسانمون بزنیم. اگر شما وارد یوتیوب بشیم و در قسمت سرچ بارش نوین تحقیق رو به انگلیسی سرچ کنید و روی اولین نتیجه کلیک کنید، برای شما قسمت‌های مختلف آموزش‌های ما میاد و آموزش‌های قبلی که ما از پارسال داریم بارگذاری می‌کنیم در این بخش رو شما می‌بینید. اگر می‌خواید به شکل دسته‌بندی شده آموزش‌ها رو ببینید، اینجا شو مور رو بزنید و قسمت‌های مختلفی که وجود داره رو حتماً ببینید و به دوستاتون هم معرفی بکنید. مثلا ما جستجو در منابع الکترونیکی رو داریم، بحث اختصاص‌سنجی رو داریم، چرایی تحقیق و در خصوص مشاوره تحصیل. حالا دوستانی که کنکور دارن در مقاطع مختلف و همچنین مصاحبه دکترای تخصصی علوم پزشکی، در حقیقت یک سری آموزش‌های رو ما در جلسات قبل داشتیم و امروز انشاءالله با فصل سوم آموزش‌ها در خدمت شما خواهیم بود. فقط قبل از اینکه شما این فصل رو ببینین، این فصل در خصوص روش تحقیق و انواع مطالعات هستش. حتما شما این آموزشی که در رابطه با چارچوب تحقیقات علمی هستش رو حتما به شکل کاملا دقیق و مفصل بهش بپردازیم. بعد اینکه این ویدیو رو دیدیم و بهش مسلط شدین، سراغ فصل سوم که فصل روش تحقیق هستش بیاین. هدف ما همواره این بوده که رسانمون آموزش‌های کاملا رایگان و در این حال کاربردی رو در اختیار دوستداران علم و دانش قرار بده و انشالله شما هم بتونین از این آموزش‌ها به نحو احسن استفاده کنید و اونها رو در عمل و در پژوهش خودتون استفاده بکنین. خب بپردازیم به بحث امروزمون. میخوام با یک مقدمه شروع کنم در رابطه با تحقیقات. از ابتدا بشر همواره به دنبال این بوده که قوانین رو کشف کنه، بتونه که رابطه هایی که در محیط اطراف خودش میبینه رو به اونها تسلط پیدا کنه، شناخت پیدا کنه و بتونه که محیط اطراف خودش رو کنترل کنه، اون پیچیدگی هایی که محیط اطراف داره اونها رو بشناسه، بتونه که رویدادهای آینده رو پیش بینی کنه برای اینکه بتونه خودش رو خیلی بهتر با این رویدادها تطبیق بده. و همه اینها برمیگرده به کنجکاوی بشر و کنجکاوی انسان ها که از اول دست به تحقیقات مختلفی زدن. و بهتره بگیم که بعضی از اکتشاف ها هم کاملا تصادفی بوده که جلوتر بهشون میپردازیم و یک مثالی که همه شما باش مواجه شدین رو در رابطه باش صحبت خواهیم کرد. در علوم پزشکی، علوم سلامت و بهداشت هم دقیقا به همین شکل بوده. بسیاری از پیشرفت هایی رو که ما الان داریم، در حقیقت میتونم بگم بیشتر این پیشرفت ها رو ما مدیون انجام تحقیقات هستیم در بحث علوم سلامت و شاخه‌های مختلفی که در این علم هستن و دارن فعالیت میکنن. روش هایی که در خصوص پیشگیری بیماری ها، درمان بیماری ها، کنترل بهتر سیستم سلامت ما، سیاست گذاری دقیق تر، مدیریت دقیق تر نظام سلامت ما، همه اینها در نتیجه تحقیقات بوده و اهمیت تحقیقات رو نشون میده. خود واژه تحقیق در زبان فارسی از زبان عربی گرفته شده. خود کلمه تحقیق از زبان عربی گرفته شده و به معنای رسیدگیه. یعنی ما اگر عربی این کلمه رو مورد بررسی قرار بدیم، به معنای رسیدگیه، به معنای پژوهش، به معنای مطالعه حقیقت و واقعیته. و واژه ریسرچ هم که ما در زبان انگلیسی داریم هم به معنای تجسس و جستجوی مجدد و همچنین بازرسی و کاوش دقیق. در اون آموزشی که خدمتتون معرفی کردم، ما مفصل در رابطه با فلسفه انجام تحقیقات صحبت کردیم. اینجا خیلی خلاصه عرض میکنم خدمت شما این که هدف غایی پژوهش چی هستش. دو تا دستبندی رو من اینجا براتون معرفی میکنم. اگر ما در سطح خرد و سطح کلان بخوایم صحبت کنیم، در سطح خرد هدف ما از انجام تحقیقات و تولید مقالات مختلف این هستش که
بتونیم مشکلاتی که در نظام سلامت هستش از ابعاد مختلف این مشکلات رو بررسی کنیم و بیایم یک راه حلی رو برای این مشکلات تدارک ببینیم. این در سطح خرده. در سطح کلان همه این تحقیقات دست به دست هم میدن، در کنار همدیگه قرار میدن و کیفیت زندگی انسان‌ها و جوامع رو افزایش میدن. بنابراین در یک دسته‌بندی که خدمتتون معرفی کردم، ما در سطح خرد تحقیقات انجام میدیم که مشکلات نظام سلامت رو در حیطه علوم پزشکی حل کنیم. حالا در حیطه‌های غیر علوم پزشکی هم دقیقاً به همین شکله. ما مطالعه میکنیم که راه حل مشکلات مختلف رو مثلا در رابطه با مشکلات مهندسی استخراج کنیم و بررسی کنیم وضعیت موجود رو، براشون یک راه حل بدیم و همه اینها در سطح کلان دست به دست هم میدن و کیفیت زندگی انسان رو در حقیقت افزایش میدن. من در رابطه با یک مفهومی میخوام اینجا صحبت کنم که براتون این قضیه ملموس‌تر باشه. ما صندلی‌های مختلفی رو از اول اومدن در حقیقت دانشمندا طراحی کردن، الان به یک سری صندلی‌های رسیدن تحت عنوان صندلی‌های ارگونومیک. این صندلی‌ها خیلی راحت هستند و نتایج تحقیقات نشون داده که راندمان کاری کارمندا رو هم افزایش میدن. خب دانشمندانی که در حوزه آناتومی فعالیت کردن اومدن شکل و آناتومی و ساختار بدن رو کشف کردن و دانشمندانی که در حوزه بهداشت حرفه‌ای و ارگونومی فعالیت کردن اومدن متناسب با نتایج آناتومی انسان بررسی ساختار بدن انسان یک سری صندلی رو طراحی کردن که خیلی راحت تره و آسیبی در بلند مدت به سلامت انسان و به سلامت کارکنان نمیزنه. حالا دانشمندانی که در حوزه مدیریت هم اومدن فعالیت کردن دیدن که آره، این صندلی ها هم به لحاظ راحتی خیلی خوبه، هم به لحاظ مشکلات سلامتی از خیلی از مشکلات سلامت جلوگیری میکنه و هم راندمان کاری کارمندان رو خیلی بالاتر میبره. میبینید که اینجا سه تا دانشمند از سه تا حوزه مختلف اومدن و تحقیقات خودشون رو در سطح خرد ارائه دادن و در سطح کلان نتایج تحقیقات دست به دست هم داده و کیفیت زندگی انسان‌ها و جامعه رو بهبود داده. این یک تقسیم بندی بود که در برخی از منابع شما ممکنه ببینید. در یک دسته بندی دیگه برخی از دانشمندان تحقیق رو در حقیقت برای تولید فرضیه معرفی می‌کنن. میگم ما تحقیقات مختلفی انجام میدیم برای اینکه فرضیه های مختلف رو تولید کنیم و در مرحله بعد این فرضیه ها رو آزمایش کنیم. یعنی تحقیق برای تولید فرضیه و تحقیق برای در حقیقت آزمایش فرضیه. این هم یک دسته بندی هستش. مثلا ما در حیطه های مختلف میایم تحقیقات، پژوهش ها و مقالات مختلفی رو تولید میکنیم، مینویسیم، اینها یک فرضیه هایی رو استخراج میکنن، مثل همون فرضیه ای که عرض کردم خدمتتون که صندلی های ارگونومیک راندمان کاری کارمندان رو افزایش میده، یا مثلا استفاده از یک سری از ابزارها میاد هزینه‌های نظام سلامت رو کاهش میده. خب این یک فرضیه است. بعد یه سری از دانشمندهای دیگه میان این فرضیات رو میگیرن و اونها رو در عمل آزمایش میکنن، ببینن که آیا واقعا این فرضیه که تولید شده درست هستش یا نه، که حالا همون فرضیه H0H1 هستش که شما در درس آمارزیستی خوندین و نتایج تحقیقات اینجا به بار میشینه. این هم یک در حقیقت دسته‌بندی بود که یک دسته رو ما معرفی کردیم، گفتیم نتایج تحقیقات و تحقیقاتی که ما انجام میدیم در سطح خرد و کلان میتونه معنی بشه و یک سری از دانشمندان هم همسو با این دانشمندانی که در سطح خرد و کلان معرفی کردن اومدن تحقیق رو برای تولید فرضیه و تحقیق رو برای آزمایش فرضیه معرفی کردن. حالا اگه ما بخوایم یک تعریفی از تحقیق داشته باشیم، میتونیم یک تعریف کاربردی رو ارائه بدیم که این تحقیق میگه تحقیق و پژوهش یعنی تلاش منظم برای تولید دانشی نو یا تأیید و اصلاح دانش موجود. یعنی تحقیقاتی که ما انجام میدیم یا دارن اشته جدیدی میگن یا دارن در رد اصلاح و یا تأیید اون اطلاعات و یافته های موجود قدم برمیدارن. وقتی که حالا این یک تعریف کاربردی بود، چون اگر همه تعریف هایی که در حوزه تحقیق دانشمندان مختلف معرفی کردن رو بررسی کنید، چند تا ویژگی مشترک میتونین از این در حقیقت تعاریف پیدا بکنین که در رابطه با ویژگی های تحقیقات میخوایم که با هم دیگه صحبت کنیم. اولین ویژگی تحقیق مسئله نظمه. شما اگر تحقیقات مختلف، مقالات مختلف رو ببینید، خیلی دارای نظم هستن، ساختارمند هستن.
یعنی از یک نقطه ای آغاز میشن، خب، و به یک نقطه ختم میشن. برای مثال شما اول باید اطلاعات رو جمع‌آوری کنین و بعد اون اطلاعات رو تحلیل کنید. تا قبل اینکه اطلاعات جمع‌آوری نشده باشه تحلیل معنا نداره. میبینید که از یک نظمی داره تبعیت میکنه این تحقیقات ما. مسئله بعدی مسئله نوآوری هستش. شما هر پژوهش، هر مقاله‌ای رو که نگاه کنید بخش نوآوری کار اشاره کرده. شما ممکنه که این سوال براتون پیش بیاد، خب مثلا یک مفهومی هستش، برای مثال مثلا فرسودگی شغلی. خب فرسودگی شغلی رو شما اگه یک سرچ در رابطه باش انجام بدیم، ببینیم که ممکنه که مثلا فرسودگی شغلی کادر سلامت، کادر بهداشت تهران 10 مقاله براش وجود داشته باشه. خب بگیم که این که نوآوری حساب نمیشه، این اومدن یک کار مجدد انجام دادن. بعد بگم که نه، شما اگر ریستر اون مقاله رو بررسی کنید یا سال انجام مطالعه شما متفاوته، یعنی یک مطالعه اومده در سال 97 انجام داده و یک مطالعه در سال 98 اومده انجام داده. خب وقتی سال عوض میشه یعنی یک چیزایی داره تغییر پیدا میکنه و میتونیم بگیم که یک نوآوری داره درش، یا مکان انجام مطالعه فرق کرده. مثلا ما در پایگاه بهداشت جنوب تهران اومدیم بررسی کردیم در 97، در 98 اومدیم پایگاهی که در مرکز تهران هستن رو مورد بررسی قرار دادیم. پس می‌بینید که این هم یک نوآوری جدیده. یا حجم نمونه‌ای که ما وارد کردیم متفاوته، نوع نمونه‌گیری ما، همه اینا باعث یک نوآوری میشه. و حتی میتونیم مطالعات طولی رو هم انجام بدیم. حالا در جلسات آتی به مطالعات طولی میپردازیم. مطالعات طولی یعنی من یک مطالعه رو اومدم در سال 98 انجام دادم و در سال 1400 اومدم همون مطالعه رو تکرار کردم. خب به این میگم مطالعه طولی. من میخوام یک مفهوم رو در 2 مختلف با همدیگه مقایسه کنم. هدف مطالعات طولی دقیقا به همین شکله. یک پدیده رو در 2 زمان مختلف میام مقایسه میکنم. برای مثال یک مطالعه انجام شده بود، هزینه های سلامت خانوار در منطقه 18 تهران. خب اومده بودن بررسی کرده بودن در سال 1395، در سال 1397 مجدد اومده بودن همین مفهوم رو در اون منطقه اندازه گیری کرده بودن با همون افراد، با همون حجم نمونه و با همون جمعیت. خب این بهش میگن یک مطالعه طولی، که این هم نوآوریش دقیقا به همین شکله که ما یک مفهوم رو داریم در 2 زمان مختلف مقایسه میکنیم. اینکه روند در حقیقت روند اون مفهوم ما، اون ماهیت ما یا اون متغیرهایی که ما اندازه گیر کردیم در یک سال در چند سال بعد به چه شکل شده، آیا تصمیماتی که انجام شده، آیا سیاست گذاریه که انجام شده، آیا اون تغییرات و فعل و انفعالاتی که در جامعه رخ داده تونسته بر اون متغیر تاثیر بذاره یا نه. این هم حالا بهش میگم مطالعات طولی. پس ما نظم رو گفتیم که یک شروع و یک پایانی داره. در رابطه با نوآوری تحقیقات صحبت کردیم. مسئله سومی که در تحقیقات وجود داره، تحقیقات مبتنی بر شواهد عینی هستش. این ویژگی میگه که خب محقق برای اینکه بتونه به یک پاسخ برسه برای یک سوال تحقیقی که برای خودش مطرح کرده، باید یک سری اطلاعات رو جمع‌آوری کنه. اطلاعات ما اطلاعات درستی باشه، حالا از طریق مختلف روش‌ها جمع‌آوری اطلاعات خیلی متفاوت و مختلفه. داده‌ها میتونه اولیه باشه، میتونه ثانویه باشه، میتونه با پرسشنامه باشه، مصاحبه باشه، استفاده از اطلاعات پرونده بیماران باشه. این ویژگی دقیقاً همین رو میگه. میگه که شما برای اینکه به یک سوال تحقیق پاسخ بدین باید اون داده‌هایی که وارد مطالعه خودتون بکنین داده‌های کاملاً دقیق و داده‌های درستی باشن که در دنیای واقعی جریان دارن که بتونن به سوال شما پاسخ مناسبی رو بدن. ویژگی چهارمی که ما میتونیم از تحقیقات نام ببریم بحث تعمیم پذیریه. تعمیم پذیری چی میگه؟ تعمیم پذیری میگه که من میام فرسودگی شغلی کارکنان اداری بیمارستان شهر ارومیه رو بررسی میکنم، در نهایت میخوام اون رو به همه کارکنان اداری که در حالا در حالت معمولش اینه که مثلا من به کارکنان اداری خود شهر تعمیم بدم، ولی در حالت ایدال من میتونم اونها رو به کل کارکنان اداری کشور تعمیم بدم. تعمیم پذیری هم دقیقا اینو میگه که میگه که من زمان و فرصت انجام مطالعه رو بر روی همه کارکنان اداری ندارم، میام یک نمونه گیری انجام میدم، یک حجم نمونه ای رو وارد مطالعه خودم میکنم
بعد از اینکه مطالعه خودم رو به شکل درستی طراحی کردم و به نتایج تحقیق خودم رسیدم، باید بتونم که اون رو به یک گروه بزرگتر، به یک جمعیت بزرگتر تعمیم بدم و ما تعمیم پذیری رو در همه مطالعات شاهدش هستیم. نکته بعدی یا میتونم بگم که ویژگی بعدی که تحقیقات دارن این هستش که معطوف به حل یک مسئله هستند. تحقیقات ما دقیقا این ویژگی رو هم دارن، میان یک سوال تحقیق رو به شکل کاملا شفافی مطرح میکنن و اطلاعات رو جمع آوری میکنن و در نهایت به اون سوال تحقیق ما پاسخ میدن. یعنی خیلی دستشون رو باز نمیگیرن، متغیرهای مختلف وارد نمیکنن، سوالهای مختلف وارد نمیکنن، فرضیهای مختلف رو در نظر نمیگیرن و کاملا یک سوال شفاف رو برای خودشون در نظر میگیرن، تعیین میکنن و در نهایت با استفاده از گامهایی که در پژوهش تعریف میکنن به اون سوال پاسخ شفافی میدن و شما میتونید در تحقیقات مختلف این ویژگی رو هم ببینین که همه تحقیقات ما معطوف به حل مسئله هستن. مسئله بعدی یا بهتر بگم ویژگی بعدی بحث تخصص طلبیه. شما تحقیقاتی میتونین خیلی درست طراحی کنین که در حیطه تحقیقاتی خودتون باشه. مثلا یک نفر که رشتش اقتصاد سلامته نمیتونه بره تحقیقات رشته فیزیولوژی رو انجام بده یا تحقیقات رشته معماری رو انجام بده و شما میبینید که مثلا مقالات رو که بررسی میکنید میبینید که افرادی که با همدیگه تشکیل یک تیم دادن و پاسخ دادن به سوال تحقیق، هر کدومشون تخصصشون به یک نحوی به اون سوال اصلی تحقیق مربوطه و اومدن از جانب خودشون، از منظر خودشون، از دیدگاه خودشون قسمتی از اون مقاله رو کار کردن و در نهایت به عنوان نویسنده خودشون رو در حقیقت مطرح کردن. بحث بعدی بحث منطقی بودنه که اشتراک زیادی با بحث با ویژگی اول که همون نظم پذیری بود داره. منطقی بودن یعنی یک فرایندی که در تحقیق طی میشه کاملا آغاز و پایان منطقی داره. من نمیتونم در یک تحقیق خیلی رویایی فکر کنم، احساس کنم که اگر این تحقیق رو انجام بدم به این سوال تحقیق پاسخ بدم دیگه همه مشکلات در حقیقت جامعه حل میشه. نه، به این شکل نیست. نتایج تحقیقات در کنار همه که ارزش پیدا میکنن و تحقیقات ما هم سوار بر تحقیقات دیگه هستن. و حالا بحث بخش دوم منطقی بودن یا عینیت داشتن تحقیقات این استش که من باید از ابزارهای استفاده کنم که اون ابزارها معتبرن، روایی دارن، پایایی دارن و ما اصلا در طول تحقیق نباید که تعصبی داشته باشیم به هیچ کدوم از ابزارها، به هیچ کدوم از نظریه‌ای که قبلا بوده. ما باید کاملا بدون تعصب و کاملا منطقی به فرآیند تحقیق نگاه کنیم و نتایج خودمون رو تحلیل کنیم و نتایج رو اون به طوری که در حقیقت وجود دارن بیاییم و ارائه بدیم. شما میبینید که خواه ناخواه افرادی که حالا بعضی از محققین که میخوان این نتایج تحقیقات خودشون رو ارائه بدن میان یک دستکاری‌های خیلی مختصری انجام میدن در نتیجه تحقیقات خودشون. حالا ممکنه ناشی از تعصب باشه، ممکنه ناشی از سیاست گذاری نادرست مجلات باشه. یعنی من همه تقصیرات رو در بحث بی اخلاقی پژوهشی اون تقصیر رو گردن پژوهشگران نمیندازم، یک بخشش هم ممکنه که ما واقعا سیاست گذاری پژوهش نادرستی داشته باشیم، فشار بیاد به افراد و این فشار روانی و فشار کاری که افراد متحمل میشن و اون بحث انتظاراتی که از افراد وجود داره برای ارتقا، برای ورود به مقاطع بالاتر، باعث بشه که فرد بخواد زودتر نتیجه گیری کنه و اون تحقیق خودش رو از روند منطقی خارج کنه. ویژگی بعدی بحث صبر طلبیه. واقعا صبوری و داشتن صبر یکی از ویژگی ها خصیص های اصلی یک محققه. شما نباید دنبال این باشین که در مدت زمان کوتاه یک پروژه رو انجام بدین و اون رو به سرانجام برسونین. نه، خیلی باید با صبر، با مشورت با متخصصین بیاین و اجزای اصلی تحقیق خودتون رو طراحی کنین، خیلی درست اونها رو در کنار همدیگه قرار بدین، از ابزارهای درست استفاده کنید، از متخصصین آمارزیستی بهره گیری کنید، از متخصصین موضوعی استفاده کنید، نتایج سایر تحقیقات رو بخونید و تحقیق خودتون رو هم
در کنار اون تحقیقات قرار بدین نتایجش رو و واقعا باید صبوری کنین. حالا مشکلاتی که در کشور ما هم وجود داره همین هستش، از دانشجویان انتظار میره که بتونن در زمان کوتاه مطالعه خودشون رو طراحی کنن و مطالعه خودشون رو به سرانجام برسونن، از طرفی محققین با فرایند طولانی داوری دریافت و داوری مقالات از سوی مجلات مواجه هستن. بعضا برای منم اتفاق افتاده که یک مقالم 5-6 ماه در دست یک ژورنال بوده و از طرفی هم اخلاق در پژوهش اجازه نداده که ما جای دیگه سابمیت کنیم و واقعا بعد 5-6 ماه فقط گفتن که در اسکوپ مجله ما نبوده، حتی مثلا ایرادی هم بهش وارد نکردن، فقط گفتن در اسکوپ نبوده، در حالی که خب در اسکوپ نبودن رو خیلی سردبیر میتونه که زودتر مشخص کنه. این مشکلات هم هستن و تحقیق در کل یک روحیه خاصی میخواد و یک صبوری خاصی رو میخواد. مسئله بعد مسئله وجود جسارت و جرأت طلبیه. این هم یکی دیگه از ویژگی های پژوهشگره، برای اینکه پژوهشگر خودش شخصا وارد فیلد بشه، اون چیزی که داره واقعا اتفاق میفته رو ببینه، فقط از راه دور در حقیقت به اونها نگاه نکنه، خودش هر کاری که انجام میده بره مثلا در بیمارستان، در روستاها، در شهرها ببینه که در جامعه چه خبره و این بهش کمک میکنه که نتیجه تحقیقات خودش رو هم به شکل در حقیقت کاربردی ارائه بده و تحقیقش مورد قبول جامعه علمی هم باشه. بعضا هم میبینید که یک سری اختلافات بین پژوهشگرهای مختلف پیش میاد و نتایج تحقیقات همدیگر رو قبول ندارن. شما اگر مطمئن هستین که تحقیقتون رو با گامهای درستی پیمودین و نتایجتون هم خالی از اشکاله، حتما باید مدافع نتایج تحقیقات خودتون و نتایج تحقیق خودتون باشین و بتونین که از با جسارت از تحقیق خودتون دفاع کنید. اگر یک جایی هم مشکل باشه بعد این مشکل رو قبول کنید. ممکنه که مثلا شما چیزهایی رو ندیده باشین واقعا در طول تحقیق خودتون و حالا مثلا تحقیقات اولیه به همین شکله، مقالات اولیه که دانشجویان چاپ میکنن دقیقا به همین شکل، اگر این حالات بود شما باید قبول کنید صحبت جامعه علمی رو و سعی کنید که در مقالات آتی خودتون این رو جبران کنید. بحث بعدی بحث دقت طلبیه. خیلی باید به همه اجزای پژوهش دقت کنید، همه اجزای پژوهش، از زمانی که شما یک ایده پردازی میکنید تا زمانی که مقاله خودتون رو چاپ میکنید و اون مقاله به شکل آنلاین در دسترس همه قرار میگیره، این خیلی باید شما دقت کنید در همه این مطالب، در همه این در حقیقت مراحل. بعد اون پروسه تحقیق خودتون رو توسط افراد دیگه هم مورد مطالعه قرار بدین، نظرشون رو بپرسین، مشورت کنین مثلا با متخصصین موضوعی. زیاد عجله نکنین برای اینکه تحقیق خودتون رو به پایان برسونید، حتما صبر داشته باشین و در همه مراحل دقت داشته باشین. خیلی مطالعه کنین مقالات دیگر رو که در حیطه تحقیقات شما هستن، خیلی مطالعه کنید که در حقیقت بتونید بحث دقت رو هم داشته باشید. یک بحث دیگه ای که در رابطه با دقت وجود داره، شما اون تحقیق خودتون رو مثلا قسمت روش کار رو بخونید ببینید که آیا یک پژوهشگر دیگه میتونه که نتیجه میتونه که تحقیق شما رو تکرار کنه و به همون نتایج برسه یا نه. من این رو تکرار پذیری جز ویژگی های تحقیق نمیذارم، این رو زیر دسته همین دقت طلبی میذارم. شما خودتون رو جای یک پژوهشگر قرار بدین که میخواد اولا از نتایج تحقیقات شما استفاده کنه، ثانیا یک تحقیقی رو با شرایط تحقیق شما طراحی کنه، با شرایط پژوهش شما، و اون رو تکرار کنه، ببینید که آیا دقت و ظرافت در همه بخش‌ها به خرج دادید و آیا این مقدوره برای یک پژوهشگر که اون رو تکرار کنه یا نه. یعنی یک پژوهشگر دیگه بتونه با ایجاد شرایط مشابه و معادل شرایطی که شما در مقاله خودتون ذکر کردین بتونه که تحقیق مشابهی رو انجام بده و در حقیقت نتایج مشابهی رو هم بگیره. این ویژگی هایی بود که تحقیق داشت. یک بار دیگه سریع مرور میکنیم، گفتیم که کاملا نظم دارن، توالی منطقی دارن تحقیقات، نوآوری دارن، عینی هستن، بحث تعمیم پذیر پژوهشات، بحث اینه که ما بعد پژوهشامون معطوف به حل یک مسئله باشه، سوالمون شفاف باشه، افراد باید رو تخصص خودشون تاکید داشته باشن، نباید تعصبی به خرج بدن، باید روال تحقیق رو به شکل درستی طی کنن و منطقی باشه پژوهشاشون،
باید پژوهشگران خیلی صبر داشته باشن، جسارت داشته باشن، جرأت ورود به عرصه رو داشته باشن، دقت بالایی رو هم داشته باشن که پژوهشاشون تکرار پذیر باشه. این رو ما میتونیم که به عنوان در حقیقت ویژگی‌هایی از تحقیق بیان کنیم که در همه تعریف ها اگر شما بخواید تعریفی از تحقیق ببینید، این در حقیقت این مسائل در همه این مقالات وجود داره. حالا من یک جایی گفتم که خیلی از وقتا نتایج تحقیقات به شکل تصادفی اتفاق میفته. اینجا میخوام مفهوم نظریه رو براتون بگم. این که مثلا میگن نظریه فلان دانشمند چیه؟ مفهوم نظریه یعنی حرکت پژوهشگر. این یک تعریفیه که در منابع مختلف بهش اشاره شده، از دانستن یک واقعیت به سوی علت آن واقعیت. به این میگن نظریه. یعنی دانشمند به یک واقعیت پی میبره، بعد براش یک سوال به وجود میاد که علت اون مفهوم، علت اون واقعیت چی بوده. و ساده ترین مثالش هم بحث نیوتونه. نیوتون، حالا اون داستانی که وجود داره در رابطه با سیب که زیر درخت سیب نشسته بود، خب دید که یک سیبی سقوط کرده از بالا و براش این سوال ایجاد شد که خب چرا سیب معلق نمونده، چرا به سمت بالا حرکت نکرد. یعنی یک واقعیتی رو دونست که حتما یک دلیل وجود داره که این سیب به سمت پایین اومد، سپس به سمت علت اون واقعیت حرکت کرد و حالا اون نظریه معروف رو داد که ما در علوم مختلف این رو از این نظریه استفاده میکنیم. دیدی که این هم کاملا به شکل تصادفی این نظریه ایجاد شده، یعنی پژوهشگر یک واقعیت رو دونسته و بعد هم به سمت علت اون واقعیت حرکت کرده. الان میخوام در رابطه با انواع تحقیقات به شکل خیلی کلی صحبت کنم. ما در جلسه بعد حتما به ریز همه تحقیقات رو میاریم که حالا تحقیقات به شکل کمی، کیفی، یا تحقیقاتی که وجود داره، طرح‌های تحقیقاتی که هستن، ما به شکل مفصل در جلسه آینده صحبت میکنیم. الان من میخوام خیلی کلی تحقیقات رو دسته‌بندی کنم. یک دسته از تحقیقات ما تحقیقات بنیادی هستن و دسته دوم تحقیقات کاربردی ما. تحقیقات بنیادی در رابطه با رشته‌های مطرح میشه که علوم پایه هستن. هدف این تحقیقات افزایش گنجینه دانشه. یعنی ما تحقیقات بنیادی انجام میدیم که در حقیقت اون گنجینه دانشی رو که داریم اون رو بهش عمق در حقیقت ببخشیم. این هدف تحقیقات بنیادی هستش. ممکنه که الان استفاده ای نداشته باشه نتایج این تحقیقات. مثلا در رابطه با ژن، شاید دانشمندان به این پی بردن که چطور میشه از بعضی از بیماری‌های ژنتیکی پیشگیری کرد. این رو میدونن که باید چه دستکاری داخل بدن انجام بدن، ولی فعلا با توجه به پیشرفتی که تجهیزات پزشکی الان داره و پیشرفتی که ما در علم داریم، شاید واقعا نتونیم به شکل کاربردی اون رو استفاده کنیم، از نتایج تحقیقات بنیادی استفاده کنیم. اینها در بلند مدت به شکل گنجینه مطرح هستن که با پیشرفت بشر استفاده از این تحقیقات هم افزایش پیدا میکنه. بخوام خیلی ساده تر بگم، نتایج این تحقیقات کاربرد فوری برای انسان نداره. خب خیلی از هیتا به محض این که نتایج تحقیقات منتشر شد، حالا اون پژوهشگران نویته میتونن که از نتیجه اون تحقیقات خیلی فوری استفاده کنن اگر تحقیق درست طراحی شده باشه، ولی یافته های این نوع تحقیقات بنیادی واقعا کاربرد فوری ندارن. ولی خب به مرور با افزایش مرزهای دانش و اون روابط جدیدی که کشف میشه، این داده‌ها نهایتاً میتونن که در آینده مورد استفاده قرار بگیرن. تحقیقات که ما بهشون میگیم تحقیقات کاربردی، این تحقیقات برای حل مشکل استفاده میشه، برای حل مشکلاتی که الان ما داریم، برای تصمیم گیری استفاده میشه،
برای پیش بینی و برای کنترل. پیش بینی و کنترل، یعنی ما نتیجه این تحقیقات رو میتونیم در عمل استفاده کنیم. مثلا حالا اپیدمی کووید 19 یک سری مشکلات روانی رو برای کارمندان، برای کارکنان نظام سلامت ایجاد کرده. ما سر میام یک تحقیق رو انجام میدیم و در راستای حل اون مشکل استفاده میکنیم، در حالی که در تحقیقات بنیادی هدف ما افزایش گنجینه دانش بود و به این تحقیقات میگن که تحقیقات بیسیک یا فاندامنتال و به تحقیقات کاربردی هم میگن تحقیقات اپلاید. و ما میخوایم اطلاعاتی رو در تحقیقات کاربردی فراهم کنیم که اقدامات فوری رو بعد از اینکه نتایج تحقیقات حاصل شد، اقدامات فوری رو در حقیقت اتخاذ کنیم. میتونیم به این شکل هم بگیم که نتایج تحقیقات پژوهش‌های کاربردی، ما میاییم و اون دانش جدیدی رو که در اثر تحقیقات بنیادی فراهم شده از نظر کاربرد اونا رو مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم که آیا میتونیم ازشون کاربرد فوری بگیریم یا نه. این هم یک دسته از هدفیه که ما در تحقیقات کاربردی میتونیم که در حقیقت داشته باشیم و در کل برای این که ما بهبود بدیم وضعیت موجود رو و بهبود بدیم مثلا روش‌های ارائه خدمات سلامت رو، به هر دو این تحقیقات نیاز داریم. گفتیم تحقیقات کاربردی برای حل مشکل فوری استفاده میشه، ولی تحقیقات بنیادی کاربرد فوری ندارن و در دراز مدت با پیشرفت بیشتر انسان ما انشالله از نتایج این تحقیقات هم استفاده خواهیم کرد. خب اینجا یک دو قطبی داشتیم تحت عنوان بنیادی و کاربردی. یک دو قطبی دیگه هم که میتونیم مطرح کنیم تحقیقات کیفی و تحقیقات کمی هستن که حتما شما اسم اینها رو در حقیقت منابع مختلف شنیدین. بیشتر تحقیقاتی که در حوزه علوم پزشکی، علوم سلامت و بهداشت انجام میشه از نوع تحقیقات کمی هستن. تحقیقات کمی تحقیقاتی هستن که با اعداد و ارقام سر و کار دارن، یعنی شما بتونین مفاهیم مختلف رو به شکل عدد و رقم در بیارین و اونها رو مورد تحلیل آمالی قرار بدین و مثلا متغیرهای خودتون رو توصیف کنید یا بیاین و آزمون بین متغیرها رو داشته باشین، ببینین که چه رابطه بین متغیرها برقراره، تعیین رابطه علت و معلولی. همه اینا در تحقیقات به کار میرن که با رویکرد کمی یا کوانتیتیتیو انجام میشن. به اینا میگن تحقیقات کمی. شما میایین در تحقیقات کمی مفاهیمی که وجود دارن رو به شکل عدد و ارقام در میارین و اون اعداد و ارقام رو وارد نرم افزارهای مختلف آماری میکنین و یک خروجی ازشون میگیرین. در مقابل ما در تحقیقات کیفی مفاهیم رو اندازه گیری میکنیم. دیگه ما اینجا هیچ عدد و ارقامی نداریم و تحقیقات کیفی تحقیقاتی هستن که در علوم پزشکی حالا کمتر انجام میشه، ولی واقعا تعدادشون و کیفیت انجام این تحقیقات داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. پژوهشگران رشته‌های مختلف مثل رشته‌های مثلا مدیریتی، سیاستگذاری، روانشناسی، پرستاری و مامایی و رشته‌های علوم بهداشتی دارن روز به روز از این تحقیقات بیشتر استفاده میکنن، داره خیلی خوب جا باز میکنه در تحقیقات علوم سلامت و ما میتونیم که مطالعات مختلف رو بر مبنای این نوع روش تحقیق طراحی کنیم و مفاهیم رو به جای اعداد اندازه گیری بکنیم. خیلی بخوام ساده تر بگم، ما زمانی از تحقیقات کیفی استفاده میکنیم که اون متغیرهایی رو که میخوایم بررسی کنیم قابل تبدیل به مفاهیم کمی نباشن. ما این زمان میاییم و از تحقیقات کیفی یا تحقیقات کوالیتیتیو استفاده میکنیم. بنابراین ما اینجا واسه یک دو قطبی داریم تحت عنوان تحقیقات کیفی و تحقیقات کمی. شما با توجه به فیلد پژوهشی خودتون، با توجه به علاقه پژوهشی خودتون میایین و یک سری از تحقیقات رو برای خودتون در حقیقت طراحی میکنین و اونها رو انجام میدین. و تحقیقات کیفی هم باید این حقیقت رو بگم که چاپ کردن مقالاتش یه مقدار سخت‌تره، چون هم داور تخصصی زیادی نداره در رشته‌های مختلف در کشور ما
و همین که مجلات تخصصی کمتری هم داره نسبت به تحقیقات کمی. شما هر تحقیق کمی که داشته باشین، خب مجلات مختلف قابلیت پذیرش مقاله شما رو دارن، ولی در تحقیقات کیفی به این شکل نیست و ممکنه که مجلات کمی رو برای اون در اینقدر مطالعه خودتون پیدا بکنید. بنابراین در هنگام طراحی مطالعات خیلی باید به این مفاهیم دقت بکنید. میخوام یه کمی در رابطه با محدودیت های تحقیقم بهتون بگم. ما تا الان حالا در رابطه با یک سری از مفاهیم صحبت کردیم، الان در رابطه با محدودیت های تحقیق بیایم با هم دیگه صحبت کنیم. یک سری از مشکلات و محدودیت هایی که ما در تحقیق داریم مربوط به سنجش و اندازه‌گیریه. من بالا گفتم که مثلا ما مفاهیم رو به مفاهیم کمی میشکنیم و اونها رو به شکل عددی تحلیل میکنیم، ولی خیلی از مفاهیم هم مثلا مفاهیمی که مربوط به انسان هستن، مثل روحیه افراد، مثل اعتقادات افراد، مثل رضایت افراد. درسته که مثلا ما در تحقیقات میگیم که مثلا رضایت کارکنان در این رسته شغلی مثلا 45%، ولی واقعا باید بدونیم که چقدر این 45% داره رضایت افراد رو نشون میده. یا تحقیقاتی هستن که اعتقادات افراد رو اندازه گیری میکنن، باید ببینیم که چقدر این میتونه که اعداد میتونن پاسخگوی این نوع تحقیقات باشن. مثلا الان گفتم وقتی که ما با انسان‌ها سر و کار داریم، خیلی از مفاهیم هستن که نمیتونن که به کمیت تبدیل بشن، کمیت پذیر نیستن و این تحقیقات ما رو با یک سری از محدودیت‌ها مواجه میکنه. یا مثلا شما میزان درد رو بخواید اندازه‌گیری کنید، خب ابزارهایی هستن که میزان درد رو اندازه‌گیری میکنن، ولی باید بدونیم مثلا شما فرض کنید میخواید که در رو اندازه گیر کنید، عددش 8 اومد، 8 از 10 چقدر درد اون فرد، درد اون بیمار رو نشون میده؟ و اینا سوالایی هستن که باید بهشون پاسخ داده بشه و جز محدودیت های تحقیق هستن. یعنی ما در حالت ایدال داریم به پژوهش ها نگاه میکنیم، ولی در کنارش باید به اون محدودیت هایی که وجود داره هم بپردازیم و نتایجی که از تحقیقات به دست میاد رو خیلی با احتیاط استفاده کنیم و اونها رو تعمیم بدیم. مسئله بعدی یا مشکل بعدی میتونم بگم مشکل مربوط به کنترله. خب ما در پژوهش‌های مثلا پژوهش‌های مداخله یا کارآزمایی‌های بالینی میایم و بررسی می‌کنیم روابط، بررسی دقیق روابط مثلا میان پدیده‌ها. ما در تحقیقات مثلا مداخله دقیقا به همین شکل میخواییم که رابط بین پدیده ها رو بررسی کنیم به شکل دقیق، ولی گاهن اون شرایطی رو که ما به شکل آزمایشگاهی طراحی میکنیم از کنترل ما خارج میشه. اون مثلا مشکلاتی که در طول تحقیق پیش میاد، تغییراتی که در افراد مورد مطالعه ما واقع میشه، همه اینها میان و تحقیق رو در حقیقت از کنترل ما خارج میکنم. وقتی هم از کنترل ما خارج شد، خب ناخودآگاه رو نتایج ما هم تاثیرگذار هستش. و حالا گفتم گاهن ما اون شرایطی رو که فراهم میکنیم، اون محیطی رو که طراحی میکنیم، کنترلش واقعا سخته و این رو هم باید در قسمت محدودیت های کار خودمون بهش اشاره کنیم. و در باز هم اینجا هم در تحقیقاتی که مربوط به انسان هستن، این حالات بیشتره و کنترل محیط خیلی سخت‌تر میشه و شما باید حتما به این مسائل به هنگام طراحی تحقیقات خودتون در حقیقت دقت کافی رو داشته باشین. محدودیت سومی که وجود داره در رابطه با ملاحظات اخلاقیه. ما خیلی از ایده‌هایی رو داریم، می‌خوایم اونها رو انجام بدیم، ولی این ایده‌ها به لحاظ اخلاقی قابل بررسی نیستن. شما میخواین یک مداخله رو انجام بدین روی یک گروهی، ولی وقتی به لحاظ اخلاقی بررسی میکنید، اون مداخله شما روی اون گروه به لحاظ اخلاقی و به لحاظ انسانی اجازه انجام تحقیقات رو نمیده. ممکنه که به کرامت انسانی خدشه وارد بشه، ممکنه که به حرمت انسانها خدشه وارد بشه، یا مثلا تجاوز بشه به حریم افراد، یا حتی مثلا بحث وارد کردن صدمه و زیان هم اینجا مطرحه. ممکنه تحقیقی که شما میخواین انجام بدین به یک گروهی صدمه و زیان وارد کنه، خب این هم به لحاظ اخلاقی پژوهش‌های ما رو با محدودیت روبرو میکنه. بنابراین محدودیت تحقیق هم یکی از
مفاهیمی که باید بهش دقت کنید، که این هم سه تا مورد براش گفتیم. گفتیم در رابطه با سنجش و اندازه گیری، که واقعا گاهن سنجش و اندازه گیری ها درسته ما کمی اونا رو تعریف میکنیم ولی خیلی سخته. بحث بعدی بحث کنترل محیطه، بحث بعدی در رابطه با ملاحظات اخلاقیه که شما باید به همه اینها خیلی دقت داشته باشین. خب الان ما میخواییم مروری داشته باشیم بر فرایند تحقیق، یعنی شما میخواییم تحقیقات انجام بدین، از کجا باید شروع کنید و کار خودتون رو به کجا ختم کنید. من در رابطه با فرایند انجام تحقیق به تفصیل صحبت کردم در همون ویدیویی که خدمت رو معرفی کردم، چارچوب تحقیقات، در اونجا شما حتما اون رو ببینید قبل از اینکه این فصل رو بخواییم مورد مطالعه قرار بدین. اونجا من کامل آوردم براتون از صفر تا صد فرآیند انجام تحقیقات رو گفتم و اینجا هم یک مرور مختصری رو میخواییم که با هم دیگه داشته باشیم و یک یادآوری رو داشته باشیم. هر پژوهشی که ما بهش میگیم پژوهش علمی از کشف یک شکاف شروع میشه. شما یک شکافی رو کشف میکنید، یک جایی که نیاز به مطالعه داره رو کشف میکنید، در وهله بعد تیم سازی انجام میدین که من اونجا در اون ویدیو بهتون گفتم که الزامات تیم سازی چی هستش و تیم شما باید شامل چه افرادی باشه. بعد میایین بعد اینکه تیم سازی کردین، پروپوزال اولیه تر خودتون رو ارائه میدین، اشکالاتی که وجود داره رو رفع میکنین. در وهله بعدی که پروپوزالتون طرحتون تصویب شد، اطلاعات خودتون رو گردآوری میکنید. بعد اینکه اطلاعات رو گردآوری کردین، اونها رو تحلیل میکنید و نتایج خودتون رو گزارش میکنید و در نهایت از اون پروپوزال خودتون یک مقاله یا چند مقاله استخراج میکنید و اونها رو برای مجلات مختلف ارسال میکنید. این به شکل کاملا مختصر مراحل انجام پژوهش بود. پس گفتیم اول کشف شکافه، یک ایده شما باید داشته باشین که سعی کنید ایدهاتون نو باشه و خیلی تکراری نباشه که بتونید مقالات خوبی رو در حقیقت استخراج کنید و بتونید جای خوبی اونها رو چاپ کنید. بعد تیم سازی انجام بدید، طرح خودتون رو ارائه بدید، اطلاعات رو گردآوری کنید اولیه و ثانویه و بعد نتایج کار خودتون رو در حقیقت گزارش بدین. این هم خواستم که یک یادآوری بشه از اون فصل و مورد در حقیقت استفاده شما قرار بگیره. یک ویژگی که علم داره، علم رو ما میتونیم بگیم که هم فراورده است و هم فرایند. این به چه مفهومه؟ من وقتی که میخوام یک تحقیق انجام بدم، تحقیق من در خلأ نیست، من میام از سایر پژوهش ها استفاده میکنم، یعنی من از فراورده‌ای که محققین دیگه اومدن فراهم کردن استفاده میکنم و مطالعه خودم رو طراحی میکنم و مطالعه من بعد از این که چاپ شد دقیقا باز هم در همین فرایند تولید علم قرار میگیره. یعنی محققین دیگه هم میان کار من رو مطالعه میکنن و اونها هم دقیقا به همین شکل فرایند رو ادامه میدن. و وظیفه علم هم خیلی بخوایم در سطح کلان صحبت کنیم، این استش که بیاد وقایع رو توصیف کنه، توضیح بده وقایع رو، پیش بینی کنه و در نهایت ما بتونیم که پدیدهای اطراف خودمون رو کنترل کنیم و بتونیم که به محیط اطراف خودمون تسلط بیشتری داشته باشیم و زندگی رو برای انسان‌ها خیلی راحت‌تر کنیم. خب با هم دیگه بیایم یک مرور کنیم بر مطالب و یک جنبندی رو داشته باشیم. ما در فصل سوم هستیم، در فصل روش تحقیق که امروز جلسه اولش رو در خدمت شما بودیم از طرف رسانه آموزشی نوین تحقیق. یک مقدمه رو عرض کردیم خدمت شما، گفتیم که انسان از اول به دنبال کشف قوانین بودن، اینکه محیط اطراف خودشون رو بشناسن، تسلط داشته باشن، کنترل کنن این محیط رو. گاهن نتایج تحقیقات به شکل تصادفی برای ما ایجاد میشه و در علوم سلامت و سایر علوم هم تحقیقات در سطح خرد و کلان در سطح خردش برای این هستن که مشکلات اون حیطه رو حل کنن. حالا ما در رابطه با علوم پزشکی صحبتمون با مشکل حل مشکلات نظام سلامت بود و گفتیم در سطح کلان نتایج تحقیقات کنار همدیگه قرار میگیرن و کیفیت زندگی انسان‌ها رو افزایش میدن. در یک دسته‌بندی دیگه گفتیم تحقیق برای تولید فرضیه و تحقیق برای آزمایش فرضیه. این هم دقیقاً به یک روند مداومیه که تحقیقات فرضیه‌های مختلفی رو تولید می‌کنن، آزمایش‌های مختلفی روی فرضیه انجام میشه. گفتیم سوای از تعریفی که در منابع مختلف برای تحقیقات ارائه شده، یک سری ویژگی مشترک این تحقیقات دارن، با یک نظم و توالی منطقی هستن، یک آغاز و یک در حقیقت
پایانی دارن. تحقیق شما بعد نوآوری، حتما قسمت نوآوریش خیلی مهمه، مجرات خیلی بهش دقت میکنن، خیلی عینی شما باید انجام بدین، مبتنی بر شواهد عینی باید انجام بدین، مبتنی بر داده های واقعی. بحث تعمیم پذیری خودتون رو، شما باید گام های تحقیق خودتون رو درست تعریف کنید برای اینکه تعمیم پذیر باشه به یک سطح معقولی از جامعه هدف خودتون. باید سوال پژوهش خودتون رو خیلی شفاف و دقیق طراحی کنید و پژوهش خودتون رو معطوف دقیقا کنید به همون حل همون مسئله. در حیطه تخصصی خودتون گام بردارید، پژوهش انجام بدید، به دور از هر گونه تعصب پژوهش کنید، نتایجی که به دست میاد از تحقیقات شما رو بپذیرین همونطور که هستن، اونها رو به شکل منطقی گزارش بدین. حتما باید صبر داشته باشین، اصلا از کارهای هیجانی نباید استفاده کنید، کاملا کارهای هیجانی رو باید بذارین کنار در همه مراحل تحقیق. اخلاق مدار باید باشین در تحقیقات، جرأت طلبی باید داشته باشین، جسارت داشته باشین ورود کنین به محیط تحقیق. خیلی دقت خودتون رو افزایش بدین برای اینکه کارهاتون در حقیقت تکرار پذیر باشه. اینجا هم مفهوم نظریه رو گفتیم که ما یک واقعیت رو بهش پی میبریم، بعد به سوی علت اون واقعیت میریم. مثلا الان تورم در کشور ما میدونیم که تورم ما یک تورم بالاییه. خب من یک واقعیت رو میدونم و بعد میرم به سمت علت اون واقعیت حرکت میکنم که این تورم ما ناشی از چیه؟ ناشی از نرخ ارز، ناشی از در حقیقت در ناشی از اون تحریم هایی که بر کشور ما وجود داره، ناشی از سوء مدیریت، سوء تدبیر در مسئولین. اینها رو ما باید کامل بهشون بپردازم و یک نظریه‌ای رو بدم. بعد اومدیم دسته‌بندی کردیم، تحقیقات رو گفتیم که در یک قطب ما میتونیم بنیادی کاربردی بگیم. بنیادی کاربردی به این شکله که ما در تحقیقات بنیادی میخواییم که افزایش بدیم گنجینه دانش خودمون رو، کاربرد فوری ندارن. ولی تحقیقات کاربردی ما میایم نتیجه همین تحقیقات بنیادی رو میگیریم برای حل مشکل، تصمیم گیری و پیش بینی و کنترل محیط خودمون از این تحقیقات استفاده میکنیم. در یک دو قطبی دیگه تحقیقات ما کمی کیفی هستن، تحقیقات کمی مبتنی بر اعداد و ارقام هستن و تحقیقات کیفی هم مبتنی بر توصیف مفاهیم و پدیدها. در رابطه با محدودیت های تحقیق هم صحبت کردیم با هم دیگه که گفتیم یکی از محدودیت هایی که میتونه داشته باشه در خصوص سنجش و اندازه‌گیری، خیلی از مفاهیم قابل سنجش و اندازه‌گیری نیست، مثل درد، مثل احساس رضایت. خیلی از وقتا ما به محیط خودمون کنترل نداریم، خارج از کنترل ما قرار میگیره و نتیجه تحقیقات ما رو هم تحت تاثیر قرار میده. اگه ما بخوایم خیلی دقیق بررسی کنیم روابط میان پدیده ها رو، خب این بحث کنترل میتونه تاثیرگذار باشه. بحث بعد ملاحظات اخلاقی که خیلی از پژوهش هایی که ما میخوایم انجام بدیم واقعا به لحاظ در حقیقت به لحاظ اخلاقی قابل انجام نیستن. و بعد اومدیم در خصوص فرایند انجام پژوهش، مراحل انجام پژوهش علمی صحبت کردیم که گفتیم شامل 5 مرحله هستش تحقیقات ما. من یک نکته هم بگم، من در آموزش فصل سوم این نوید رو هم به دانشجوام میدم که انشالله مثلا در فصل بعدی سعی خواهیم کرد که انواع مطالعات رو طوری بررسی کنیم که دوستانی که درس روش تحقیق رو در آزمون‌های خودشون دارن، حالا چه آزمون در حقیقت ارشد چه دکترا، بتونن که از این ویدیوها به شکل بهینه استفاده کنم. من سعی میکنم که نکاتی که در این آزمون هستن رو هم در حد دانش خودم، در حد علم و توان خودم به این نکته هم بپردازم. و حالا حتی دانشجویانی که در حقیقت ترمای آخر تحصیلی خودشون، دانشجویان علوم پزشکی که درس روش تحقیق رو دارن، هم میتونن از این ویدیوها استفاده کنن. و انشالله که علاوه بر اینکه یک ویدیو و یک آموزش با کیفیت در دسترس همه پژوهشگران علاقه من قرار میده، بتونه که به این دانشجوهایی که حالا در ترمای تحصیلی خودشون درس روش تحقیق اپیدمیولوژی رو دارن و یا حتی آمارزیستی، بتونه که در کنار داوطلبین ارشد و دکترا به این عزیزان هم کمک کنه و خروجی مطلوبی رو داشته باشه. شما هم حتماً اگر این آموزش ها براتون مفید بود، اونها رو با سایر دانشجوان و همکار خودتون به اشتراک بذارین که انشالله همه بتونن از در حقیقت آموزش های با کیفیت و آموزش های کاربردی استفاده کنن. و رسالت رسانه ما هم به همین شکله، اینی که من از پاورپوینت استفاده نمی کنم، از مطالب از قبل آماده شده استفاده نمی کنم، دقیقا به همین شکله، چون میخوام مطالب رو کاملا کاربردی
به شما آموزش بدم و مطالبی که شما بتونید در عمل هم از اونها در تحقیقات خودتون استفاده کنید و امیدوارم که مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. انشالله سعی میکنم که بخش دوم این فصل رو هم به زودی آماده کنم و خدمتون ارائه بدم. داخل پارانتز هم برای تیم اعزامی کشورمون به المپیک توکیو هم آرزو موفقیت میکنیم، انشالله که مدال های خوش رنگی رو برای کشور عزیزمون برمقام بیارن. مجدد برای همه شما عزیزان آرزو موفقیت و سربلندی رو دارم و انشالله که همیشه شاد و سلامت باشیم.